وارد ترور نرم افزاری شدن و تخریب شخصیت این رئیس مجتهد قوه قضاییه. ریشش هم روشنه. مطلب دوم من اینه که ریشش روشنه. قوه قضاییه عزمش رو جزم کرده با مفسدین اقتصادی قاطع برخورد کنه. رئیس قوه قضاییه محکم در برابر فتنه‌گران ایستاده. اینم هزینش به حمدالله خودشون هم متوجهند که با این ترفندها میخواهند اونها رو از هدف والایشون باز دارند که نخواهند توانست. نکته سوم این است که هم وزیر محترم اطلاعات و هم رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه این تهمت‌ها رو تکذیب کردند. رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه گفته است که طی ماه‌های آینده ما شاهد اتهام زنی به دیگر مسئولین هم خواهیم بود. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. با این دروغی که گفتند به فضل خدا ملت در برابر همه خبرهای اینا یه علامت سوال بزرگ میذاره و این گامی در مسیر بصیرت. این همون حرفی است که بارها از این منبر به تعبیر مقام معظم رهبری، ایشون تریبون نمیگن، از این منبر گفتیم که اخباری که از ناحیه بی تقواها میشه نباید بلافاصله گوش کرد و ترتیب اثر داد. و نکته چهارم این است که با همه اینها به حمدالله نظام مقتدری است. چیز که نداند قطعا مسئولان نظام میدانند که منشأ این شایعات چیست. یک سایتی است که بهائی ها تزریقش میکنن، تأمینشون از طرف بهائی هاست. من نام نمیبرم، اما مسئولان محترم، شما که به حمدالله مقتدرید، این سایت های ضد انقلاب رو میشناسید، با این سایت های ضد انقلاب قاطعانه برخورد کنید.